بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستای خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که زندگی میکنید. انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشیم. بسیار بسیار تشکر که باز هم برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا رو انتخاب کردید برای که در این وقت روز ببینید، انشالله استفاده هم بکنید، انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. اما مهمون خوب برنامه ما در روزهای شنبه خانم حسینی هستن. اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رب العالمین. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. انشالله که آغاز هفته شروع شور، نشاط و سرزندگی باشه برای کل مردم جان، خصوصا مردم ما که در امنیت و آرامش باشن. انشالله. بسیار تشکر شما خانم حسینی. اما بینندگان عزیز و محترم، در این روزهای گذشته نتایج امتحان کانکور هم آمد و یک تبریک ویژه برای دوستای عزیزی که در رشته مورد نظر خودشان، در دانشگاه مورد نظر خودشان پذیرفته شدن. انشالله که عزیزان همیشه موفق و معید باشین. انشالله که برای اولا برای خودتان و خانوادهتان، بعد هم برای افغانستان افتخار آفرین باشید. اما یک سوالی، یک مشکلی شاید برای برخی از بینندگان عزیز ما ایجاد شده باشه در همین زمینه. برخی از خانواده ها، برخی از والدین میگن که فرزند نوجوان ما برای امتحان کانکور بسیار تلاش کرده، بسیار زحمت کشیده، بسیار کوشش کرده، یک سال بستر درس خوانده در خانه یا ای که در کورس‌های مختلف شرکت کرده، اما وقتی که نتیجه آزمون کانکور آمده، متاسفانه در او رشته‌ای که مد نظرش بوده، در او چیزی که مد نظرش بوده قبول نشده و ناکام مانده و الان احساس بسیار ناراحتی و اندوه داره. وقتی که پرسان میکنه چرا چنین میشه، میگه ما نمیفهمیم، این همه رقم از ذاتش، خصلتش، از وقتی که خورد هم بود در امتحانات، در مکتب وقتی که میرفت، وقتی که معلم ازش یک سوال پرسان میکرد، این همیشه استرس میگرفتی، رو مضطرب میشد، ناراحت بود، دستاش میلرزید و یک روحی بسیار ضعیفی داره. و همین شده که علارغم تلاش بسیار زیادی که کرده، حتی دوستایش که از کمتر تلاش کردن به نتیجه رسیدن، اما طفل ما، فرزند ما، نوجوان ما به این نتیجه دلخواه خودش نرسیده. موضوعی که امروز دوستان عزیز، کارشناس محترم، میخواییم با ما و شما صحبت بکنن در مورد اضطراب فراگیر کودکان و نوجوانان از یک اختلال بسیار ناراحت کننده، از او جهت که گاهی اوقات میتونه زندگی رو مختل بکنه، همطور که برای برخی از دوستان ما در آزمون کنکور پیش آمد و متاسفانه میتونه نتایج بسیار ناگواری را برای آینده طفل ما پیش بیاره. بریم به سراغ کارشناس محترم پرسان کنیم که اولا خانم حسینی، وقتی که از اختلال اضطراب فراگیر صحبت میکنیم، منظور چیست؟ آیا هر اضطرابی رو میشه بعنوان یک اختلال دستبندی کرد؟ و باز ادامه سوال بکنیم. بله، شروع خیلی خوبی کردین با امتحان و نتیجه کنکور و ای که یکی از اضطراب هایی که کودکان و نوجوانان و دانشجویان خصوصا تجربه میکنن، استرس یا اضطراب در امتحان هست که خودش میتونه یک مشکل بسیار آسیبزای روحی و روانی باشه. اما قبلش میخوام یک تعریف کوچیک داشته باشیم از استرس و اضطراب. استرس ما در زندگی روزمره بسیار شاهدش هستیم، چه خرد باشیم، چه کلان باشیم، چه در خانه، چه در بیرون و اجتماع، این استرس رو تجربه میکنیم در زندگی روزمره با توجه به نوع زندگی و ای که محرکی، یک منبع بیرونی و خارجی باعث میشه من دچار استرس شوم. کی استرس؟ اگر او منبع رفع شوه، استرس ما هم رفع میشه و بسیار کوتاه مدت آسیبزا نیست و گاهی استرس میتونه مثبت باشه، مثل استرس از امتحان. خب من یک کنکور دارم، یک برنامه و هدف بلند مدت از لحاظ آینده شغلی و تحصیلی، من باید برنامه ریزی شوه، باید خوانده شوه، باید تست زده شوه، مطالعه دقیق شوه. خب این استرس طبیعی است. اگر
اگر من این استرس نداشته باشم و بسیار خونسرد باشم بگم خیر است امتحانم با موفقیت میدم، خب من میگم یک کار غیر علمی شده، در صورتی که او استرس نیازه که من با یک برنامه‌ریزی داشته باشم، مطالعه داشته باشم، زمان و وقت خود را تنظیم بکنم. از حد هم انسان دمروز بله. بشه خب تلاش نمیکنه. تلاش نمیکنه و به این امید که شاید با انرژی مثبت ما قبول میشیم، در صورت که ما میگیم این غیر طبیعی و هر نتیجه‌ای که به ثمر برسه در پشتش باید تلاش و هدفمند باشه و این استرس با امتحان با همو برنامه‌ریزی خب بعد از امتحان رفع میشه و هیچ مشکل ایجاد نمیشه. پس اگر او محرک پیدا بکنه و او منبعش حل بکنه استرس ما هم خلاص میشه و به اون نتیجه دلخواه مطلوب میرسیم. اما استراب یک تشویش، یک نگرانی غیر واقعی است. منبع اگر رفع هم شد باز هم بسیار مضطرب هستم، بسیار نگران هستم و نگرانی های غیر واقعی داریم. خصوصا استراب انواع بسیار داره که ما امروز فقط میخوایم در مورد استراب فراگیر صحبت بکنیم. استراب فراگیر یک چیزی غیر عادی، یک نگرانی بیش از حد، یک تشویشی که بسیار دلشوره ایجاد میکنه، بسیار مرا منقلب میکنه، ممکنه دلیل نداشته باشه و گاهی هم دلایلی داشته باشه و در یک موضوع خاصی ما مضطرب نمیشیم. در همه موارد ممکنه در ای که مکتب ما دیر شوه، معلم ما چه برخوردی داشته باشه، امروز چه برنامه ای دارم، در تمام موارد نگرانی و دلشوری ما بسیار زیاد میشه. ای که آیا ما به مقصد برسیم، امروز ما حتما تصادف میکنم، امروز حتما اگر والدین ما دیر آمدن در زمین کودکان باشه حتما یک اتفاق براش افتاده، حتما یک فاجعه رخ داده و این نگرانی بسیار علائم روحی روانی داره که علتهایش هم میتونه ذهنی باشه بسیار شدید و هم میتونه محیطی باشه، هم میتونه جسمی باشه که تأثیر میذاره که من یه اضطراب فراگیره تجربه بکنم. چطور میتونه مثلا جسم ما تأثیر گذار بکنه؟ جسم کلن سردرد دارم، خصوصا در اطفال ما، در نوجوانان ما، گاهی شاید بزرگسالان اگر دچار ای اضطراب فراگیر شوه بیشتر ذهنی باشه که نگرانی بسیار بیش از حد داره، اما در کودکان اکثریت ذهنشان شاید کمتر باشه، بیشتر جسمی است، بسیار دلدرد میشن، مشکلات معده و گوارش برایشون پیدا میشه، سردرد دارن، حالت تهوع دارن، دل به هم خوردگی دارن و ای که از لحاظ کمردرد هم گاهی میشن، گاهی عضلاتشون بسیار میگیره، تنش عضلانی دارن، تیک های غیر طبیعی دارن، پرش خود عضلاتش هم گاهی درگیر میشه که بیشتر یه اطفال و این رو هم تأکید بکنیم که حداقل با 6 ماه طول بکشه. گاهی گفتیم اگر استراب ها رو جدا بکنیم ممکنه این علائم در تمام استراب ها مشترک باشه، هم در بزرگسال هم در اطفال و نوجوانان، اما مدتش کوتاه‌تر باشه، ولی استراب فراگیر حداقل با 6 ماه طول بکشه و والدین گاهی برای تشخیصش شاید قادر نباشه. به خاطر همین میگیم اگر این درد جسمانی را طفل ما درگیر شد والدین باید مشکوک شه و ای که گاهی هم ما نمیتونیم بگیم خب یک طفلی سردرد داره همیشه، یک طفلی همیشه دل درد داره، بسیار مشکلات معده داره، خب این باید از لحاظ پزشکی هم چک شوه. گاهی همخوانی میتونه پیدا بکنه، خب واقعا شاید طفل ما مشکل معده داشته باشه، واقعا شاید طفل ما یک ناراحتی جسمی داشته باشه که ما رسیدگی نکردم و حتما باید تحت نظر یک پزشک و تایید بشه که هیچ مشکلی اگر در زمینه پزشکی نداشته باشه پس برمیگرده به ای که طفل ما دچار اضطراب فراگیر شده. و ای که از علائم ذهنی، ذهن هم در بزرگسال هم در اطفال کمتر، در بزرگسال بسیار شدیدتر است، ای که خوابش به هم میخوره، برنامه خواب ممکنه زود بیدار شوه و دیر به خواب بره، یا برعکس دیر به خواب بره زود بیدار شوه و حتما خوابای پریشان داره، در خوابش آشفته است، خوابای بسیار بد میبینه. حتی ما اطفال 3-4 ساله که دچار اضطراب فراگیره میگه که من همش کابوس میبینم، من همش خواب بسیار بسیار ترسناک میبینم، خواب مرده رو میبینه، خوابی که
کسی به ای حمله کرده، ممکنه باز هم یک ریشه روانی داشته مردم باشه. مردم از ما خانم حسین معمولا در چنین شرایط مثلا خواب جن و پری و اینا را میبینه، فکر میکنه که مثلا یک جن در خانهش حتما هست و ممکنه به این صدمه بزنه و گاهی خود بسیار باور میکنه به این مسئله. یعنی هیچ چیزی هم نیست ولی این باور داره، میگه در خانه از ما یک جن وجود داره که شبها به سراغ از ما میایه و فکر میکنم این نشانه در همین مسئله میتونه داشته. خب میگم علائم گاهی نشانه ها بسیار به هم نزدیکه. این علائمی که گفتین گاهی توهم زاست، گاهی من حضور یک جن احساس میکنم حتی با او هم کلام میشم، خب این باز یک نوع اختلال دیگه است که اسکیزوفرنی هست که توهم داره. اختلالات روانی ممکنه که با هم علائمشون هم پوشانی داشته باشه، گاهی هم پوشانی داره به خاطر همین تشخیصش بسیار سخته و حتما باید یک روانشناس تحت نظر گرفته شوه که او تشخیص بده. بله. گاهی ممکنه ریشه افسردگی هم داشته باشه. اکثر اجازه بدن خانم حسینی بعد از میان برنامه مفصل تر صحبت میکنه. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه عزیزان و بزرگواران، میتونید که همین الان هم اگر کدام سوال از کشناس محترم دارید برای ما از طریق واتساپ و تلگرام سوالات خودتون رو روان بکنید. بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، بسیار زیاد خوش آمدید عزیزان که نو به جمع ما پیوستید. برنامه روشناس و تعلق به شما داره. عزیزان و بینندگان محترم، زیرنویس شده شماره تماس برنامه اگر کدام سوال در مورد موضوع امروز برنامه استراب فراگیر کودکان و نوجوانان دارید، میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام همین الان هم با ما در ارتباط شوید و سوال خودتون را از کارشناس محترم پرسان بکنید. بسیار کارشناس محترم بریم و ادامه مبحث. خانم حسینی بزرگوار، شما در مورد اختلال اضطراب فراگیر در کودکان و نوجوانان صحبت میکنید و علائمی که ممکنه داشته باشه. بله، گفتیم علائم جسمیش، پس علائم ذهنی ممکنه در خوابش بسیار اختلال ایجاد بکنه که بد خواب میشن یا زود بیدار میشن، دیر میخوابن، دیر بیدار میشن، زود بیدار میشن و خوابهای پریشان دارن و ای که بسیار خسته، کوفته و مانده هستن، هم بزرگسال هم اطفال، انگار که یک انرژی بسیار زیادی از این افراد گرفته شده و وقتی ما میخوابیم در خواب عمیق میریم، بعد از بیدار شدن احساس راحتی داریم، این که خستگی و ماندگی ما در شدن، اما این افراد به هیچ عنوان خواب باعث نمیشه که او احساس شادی و نشاط را داشته باشه و همچنان خسته و مانده هستن و این یکی از علل‌های ذهنی شه و این که افکار پریشانی داره، همونی که گفتم ذهن ناآرامی داره و این ذهن ناآرام باعث میشه که هم در شرایط بیدار بودن این اضطراب تجربه بکنه و هم در خواب اون ذهن نیمه آگاهی این فرد را بسیار درگیر میکنه و این که در خوراکش بسیار بی نظمی ایجاد میشه، ممکنه پرخور شوه یا کمخور شوه، کم اشتها شوه و یا پر اشتها شوه و این هم میتونه تأثیر داشته باشه که باز والدین باید در این زمینه هم بسیار دقیق شوه که یک نظارت کافی داشته باشه. یک خانم حسینی، من چند وقت پیش با ایشان یک ملاقاتی داشتم. اطفال این خانم وقتی که هر وقت که به مکتب میرفتن، این خانم دائما نگران بود که الان در راه مثلا ممکنه تصادف کنه، یک اتفاق بیفته، انتحاری شود.
نمیفهم این طفل ما اطفال از ما با یک مسئله مهم مواجه شود، یا وقتی همسرش با سر کار میرفت هم همینطور، و یکی از فامیلایش با یکی از کشورهای خارجی رفته بود، او فامیل زندگی خود میکرد، ای از اینج نگران بود که مثلا حالی چه شود چه نشود. بله این هم میتونه می استرس و استراب فراگیر باشه. بله این هم میتونه، و این که ذهنش ناآرامه و وقایعی را که هنوز اتفاق نیفتاده برای خودش پیش بینی میکنه و پیش بینی بسیار واقع بینانه به نظر خودش داره و یقین داره که حتما این اتفاقات میفته، و گفتیم در یک زمینه نیست، ممکنه به قول شما هم نگرانی در مورد خودش داشته باشه که امروز که من از خواب بیدار شدم چه اتفاقاتی قراره برای من بیفته، برای اولاد ما، برای همسر ما، حتی برای همسایگان یا برای سرزمین ما ممکنه امروز یک اتفاق بیفته، و بر این باور هست و این باعث میشه که استراب داشته باشه و به جسمش بزنه که ضربان قلبشون بسیار تند میشه و این که فشار خونشون بالا میره و این تغییرات جسمی و فیزیولوژیکی را هم تجربه میکنه که باعث میشه یک ذهن ناآرام، یک چهره پریشان و گاهی دچار یک نوع افسرده خویی میشه. این نگرانی باعث میشه که دچار خشم شوه و احساس میکنه دیگه افراد منو درک نمیکنن. بله و واقعا چون که برای بقیه افراد خب غیر طبیعی است، اما این احساس داره، این باعث میشه که دچار یک خشم شوه و این خشم تبدیل میشه به استرس و استرس هم تبدیل میشه به یک استراب که و دائما این چرخه را تکرار میکنه و ممکنه که دچار ابتدا دچار افسردگی شوه، پرخاشگر شوه یا افسرده خویی شوه، گوشه گیر شوه و این تبدیل شوه به استراب فراگیر و در اطفال میتونه به صورت پرخاشگری منجر شوه. گاهی اطفال ما گفتیم اگر دچار یک اختلال شوه شاید او زبان گفتن نداشته باشه، اما در رفتارش در عمل کردش ما میتونیم او را مشاهده بکنیم که اطفال بسیار ناآرامن، بسیار بدخوین، بسیار جنگجو میشن، با همسالان خود در بازی کردن دچار خشم و نفرت میشه و به لت زدن بچه ها میپردازه و ای که حتی گاهی خودزنی هم داره، ای اطفال ممکن آسیب به خودشان هم بزنه و ای باعث میشه گفتیم وقتی دچار او افسرده خویی را هم تجربه میکنه اگر درمان نشوه به مرور این استراب و ترسش باعث شوه که به فکر خودکشی بیفته و ای که خود از بین ببره که این بسیار میتونه آسیبزا و خطرناک برای اطفال و نوجوانان ما باشه و خصوصا برای نوجوانان این رفتار و این علائم باعث میشه که رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشه که از عوارضش این میشه که اطفال به خاطر درگیری، به خاطر ارتباط در اجتماع به هر حال مکتب میره، به هر حال کار بیرون از خانه انجام میده و در این میتونه رفتارهای ضد اجتماعی مثل رو به اعتیاد بیارن، رو به اعمال بزهکارانه دست بزنن و ای که از ای اطفال و نوجوانان سوی استفاده های جسمی، ذهنی و جنسی ممکنه برایشون اتفاق بیفته و ای استراب فراگیرشون رو شدت ببخشه. درسته، اما میخوام مسئینیم گاهی اوقات انسان میبینم در یک خانه، در یک خانواده دو طفل وجود داره، یک نفرش گرفتار چنین مسئله است، یک نفر دیگه کامل راحت و آسوده زندگی میکنه، یا ای که دو نفر هستن که از یک خانواده هستن یا در یک محیط زندگی میکنند ولی خب در یک مکتب هستن، یک عده اختلال را ممکن داشته باشن، عده بسیار زیادتری اختلال را ندارن. چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه برای که افراد گرفتار این مسئله شون؟ اکثر همین سوال رو میپرسه که ممکنه در یک خانواده با وجود یک پدر مادر و یک مراقب با 5 طفل 4 طفل خب هر کدومشون متفاوته. من میگم شاید روش فرزند پروری برای 5 فرزند اگر یک خانواده داشته باشم من میگم متفاوته. چرا 5 روش متفاوته؟ بله من میگم به خاطر ای که فرزند اول چون هیچ تجربه نداره، والدین شاید تمام روش های فرزند پروری را به او به کار ببرن، برای فرزند دوم یا تجربه کسب میکنن یا پرسش میکنن، به هر حال سبک روش فرزند پروری خود تغییر میدن، باز او اطفالی که زودتر متولد شده اونها کلانتر میشه، باز اونا نقش داره در تربیت اولادهای بعدی. اکثرا خب ما
خصوصا دختران فرزند اول را که میبینیم میگه خب پدر مادر ما خب بچه ها رو به دنیا آوردن و مشغولیت و کار خودشون مشغول شده و ما بچه ها و برادرای خدا کلان کردیم و خب او باز از روش و فرزند پروری خواهرانه خود استفاده میکنه، پس شخصیت ها بسیار متفاوت میشه. و ای که گفتیم باز از علائمی بود که در دوران بارداری باز نیم از شخصیت اطفال ما خب او خوی 9 ماهه خود کسب میکنه که مادر از لحاظ روحی روانی، از لحاظ امنیت خاطر، تغذیه و او مسائل بیرونی ذهنی و روانی در چه حدی بوده خود تأثیرش را برای جنین میذاره تا زمانی که متولد شود. آماری وجود داره که مثلا بگویی که فرزندان اول مثلا احتمال بیماری بیشتر است یا فرزندان وسط؟ در هیچ تحقیقی فعلا در زمینه ای که استراب فراگیر در بین کودک و نوجوان حتی آمارش را بسیار کم ذکر کرده بودن که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته، فقط در زمینه بزرگسالان حدود 4% از بزرگسالان دچار اضطراب فراگیر هستند. حالا موردهای بسیار تحقیقات دانشجویی کمتری صورت گرفته، اما یک تحقیق آماری که دقیق باشد در این زمینه فعلا صورت نگرفته. درست. و ای که روش های فرزند پروری گفتیم ممکنه والدین بسیار سختگیر و نظارتگر داشته باشن این اطفال، که این اطفال دچار اضطراب فراگیر میشه. چرا که والدین که بسیار سختگیر باشن و ای که بسیار نظارت کنن در خوراک، پوشاک، گشتن، رفتن و تمام اعمال کودک خود، این کودک دچار اضطراب میشه ناخودآگاه و این ترس و نگرانی رو داره که اگر من در یک جای اشتباه بکنم قطعا مورد سرزنش، توبیخ و تنبیه والدین خود قرار میگیرم و این استراب تجربه میکنم و هرچی که میگذره این استراب ممکنه که بیشتر شوه و ممکنه با روشی فرزند پروری تغییر بکنه کاهش پیدا بکنه. و اما گاهی هم اگر هیچ نظارتی صورت نگیره خب این استراب من از کودکی به نوجوانی میکشونم و اگر درمان نشه خب من وقتی که یک فرد بزرگ سال شوم یک فردی هستم که همواره مضطرب هستم. یک احساس میکنم خانم حسینی ممکنه رابطه وجود داشته باشه بین استراب و اختلال وسواس، چون که خود وقتی که والدین بسیار سختگیر میشه طفل ممکنه وسواسی شه نسبت به مسائل مختلف، یا خانم وسواس داره احساس میکنه که دائما در خانه از خانه که خارج میشه مثلا من نمیفهم در بسته نکردم، قفل در نبستم، یا تلویزیون روشن است و دیگه چیزا، این منجر به اضطراب در او خانم میشه حتما. و گفتیم که خود کودکان ما هیچ نوع اختلالی را از دنیای جنینی شاید در دنیای واقعی با خود همراه نداشته باشند به جز علائم بسیار کوچک، اما اکثرا مادران و پدران خصوصا مادران مضطرب اولادهای مضطربی را متولد میکنن و ای که پرورش میدن. خود مادر اگر وسواس داشته باشه، اگر افسرده خوب باشه، اگر مضطرب باشه، اگر هر اختلالی را داشته باشه مستقیم به طفل خود وارد میکنه. و به خاطر همین ما در روش درمان میگیم اول باید خانواده درمانی شوه، اول باید استراب والدین رفع شوه، افسردگی والدین رفع شوه، وسواس والدین درمان شوه تا یک والدین نرمال و آرام و خوب داشته باشیم، تا او تأثیر مثبت و اثر بخشی رو بر طفل داشته باشه که درمان شروع بکنیم. یادم هست که یک خانم مسن پابسن گذاشته بود راهنمایی میکرد مادرها رو، میگفت که برای خودتون زیاد خرج کنید، در خودتون برسید، میوه خوب، نان خوب. بعد مادرها تعجب میکردن که چی کار است، بعد میگفت که شما اگر جانتون جور باشه خانوادهتون خوب میشه، اولاداتون خوب میشه. همین الان هم ما والدین باید حواسمون باشد، به دنبال سلامت و صحت خودمون باشیم، چه جسمی چه روحی و روانی. اگر که حال والدین خوب باشه قطعا حال اولادها هم خوب میشه. بله دوستای عزیز و محترم، اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماسایی که زیرنویس شده با از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید، سوالات خودتون را بپرسید. انشالله در همین برنامه به سوالات شما اگر مرتبط به موضوع امروز برنامه باشه پاسخ داده خواهد شد. بعد از میان برنامه برمیگردیم. Oh.
سلام مجدد تقدیم به شما دوستای عزیز و محترم. همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده روشنان رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی با موضوع استراب فراگیر کودکان و نوجوانان. خانم حسینی مطالب بسیار خوب و دقیق را فرمودین، اما خب سوالی که برای بسیار از والدین ممکن الان ایجاد شده باشه است که خب اگر تشخیص داده شد که طفل من این مسئله را داره، من باید چی کار بکنم برای که درمان شود؟ بله، برای درمان ما دو روش داریم، هم رفتار درمانی داریم و مشاوره زیر نظر یک روانشناس بالینی که تشخیص دقیق داده شود و بر اساس یک سری تست، یک سری سوالات و پرسشنامه‌هایی که پر بکنن تاریخچه طفولیت و نوجوانی و ای که تاریخچه روانی و روحی خانواده هم باید در نظر گرفته شود. و خب اگر این تشخیص ها داده شد که اطفال ما و نوجوانان ما دچار اضطراب فراگیر هست، چه کار باید بکنیم؟ خب یکی این روشش ایست که تی یک سری جلساتی روانشناس با توجه به همراه خانواده گفتیم برای که ما یک کودک سالم و شاد داشته باشیم، حتما باید یک والدین شاد، سالم و تندرست از لحاظ روحی، روانی و جسمی داشته باشیم. گاهی بیماری والدین هم باعث اضطراب اطفال و ناراحتی خانواده میشه، پس باید برای درمان جسم ما هم تلاش بکنیم و تداوی بکنیم و ای که نشاط، شادابی و انرژی مثبت والدین ما داشته باشه، یا من میگم حال و حوصله. ما که اکثرا با والدین صحبت میکنیم میگیم برای که اطفال شاد داشته باشین خودتون باید شاد باشین و ای که با اطفال و نوجوانان خود ساعتی رو بازی بکنین و وقت بگذرانین. میگم ما حال و حوصله ای کار نداریم. میگم اگر حال و حوصله ای کار نداشته باشین، قطعا حال و حوصله کسانی دارن که برای اطفال و نوجوانان ما آغوش باز بکنن و دنیای قشنگ و رنگی رو که ممکن آسیب‌زا باشه برایشون نشان بده. پس رفتار درمانی هست ای که من سبک زندگی خود تغییر بدم. اگر افسرده خویی هستم، اگر نیاز به درمان و مشاوره دارم، حتما باید انجام بدم و ای که عزت نفس و اعتماد به نفس اطفال خود ما ببریم بالا. اگر اطفال ما دارای عزت نفس باشه، یعنی دوست داشته شود، دوست بدارنش و ای که احساس بکنه بسیار مهمه، بسیار ارزشمنده، خب کمتر دچار اضطراب و نگرانی میشه. گاهی شاید اضطراب ها و نگرانی های اطفال ما به این خاطر باشه که یک منبع امن در خانه احساس نکنن و این باعث میشه که درگیری ذهنی داشته باشه و یک ذهن ناآرام به ای که من مهم نیستم، ما اگر وجود ما ارزشمند بود قطعا والدین ما فلان کارها رو برای ما انجام میداد، فلان ارزش ها برای ما مهم بود، پس ای باعث استرابش میشه، باعث افسرده خوی میشه. خانواده از لازم مالی در سطحی نیستن که بسیاری از توقعات اولادهای خودشون رو برآورده کنند. خب در این صورتی خانواده چی کنن؟ دالش هم نمیگردن. خب من ای با این موضوع بسیار برخورد داشتم که اکثر والدین فکر میکنن که اگر والدین بسیار خوبی باشن باید از لحاظ مالی بسیار غنی باشن. من میگم نه، اصلا نیازی نیست که من از لحاظ مالی که فلان خریدهای آنچنانی رو برای اطفال خود کنم، بهترین اسباب بازی ها رو برای اطفال خود تهیه بکنم، قطعا یکی از موارد او میتونه باشه، اما مهمترین مسئله اگر ما در کل جهان هم بگردیم، او آرامش ذهنی، او دوست داشتن، او بازی کردن با طفل که من با دستای خود، من میگم دست طفل در دست بگیریم که او آرامش بدنی مرا احساس بکنه. گفتیم یکی از زبانهای عشق ایست که من تماس لمسی و لمس امن با اطفال و نوجوانان خود داشته باشم، در آغوش گرفته شوه، بوسیده شوه، مورد احترام قرار بگیره و ای که بازی شوه. ای خیلی فکر میکنم از 10 تا بازی، اسباب بازی بسیار گران قیمت برای طفل و نوجوان ما ارزشمند داره که ما کودکی رو میشناسیم که لحظه شماری میکرد که من امروز 1 روب یا 20 دقیقه با مادر خود قرار بازی داریم. بازی که با جسم مادر در ارتباط، با روح روان طفل و کودک مبادله میشه، یک رابطه دو طرفه و این بسیار جذاب است که طفل و نوجوان ما هیچ وقت فراموش نمیکنه تا ما یک دست با بازی بسیار گران قیمت کنار طفل خود بگذاریم و خودمون به کار مشغول باشیم. یک زمانی خسته میشه و اسباب بازی ها دور ریخته میشه، شکسته میشه
و این فکر نکنم جذابیتی بسیار موقتی ممکنه داشته باشه، اما ای که خودت با تمام وجود در اختیار طفلت باشی، در اختیار نوجوانت باشی و او آرامش روانی او را تامین بکنی، او پناهگاه امن برای طفل خود ایجاد بکنیم، این قطعه بهترین درمان است. بسیار جالب برای از من خانم حسینی پیش آمد که در صحبتان که با شما در طی جلسات متعدد در هم برنامه داشتیم و با کارشناسان محترم دیگه، ولی این به یقین ثابت شده که محبت کردن شاید بزرگترین راه درمان و پیشگیری بسیاری از مشکلات است. بسیاری. و ای که عزت نفس اگر حفظ شود، در کنارش اعتماد به نفس اطفال ما هم تقویت میشه. ای که مسئولیت داده شود، ای که همین خود مسئولیت دادن به فرزندان باعث میشه که عزت نفسش بره بالا. چرا که اطفال ما این احساس رو پیدا میکنه که خب پس من لایق هستم، من توانایی انجام این کار دارم که والدین من این مسئولیت برای من داده و انسانهای مسئول و با اعتماد به نفسی خواهد بود. و ای که اگر استراب فراگیر اطفال ما بسیار زیاد شد، طی یک سری 10 تا 20 جلسه حتی یا 18 جلسه اگر این مشاورای رفتار درمانی صورت گرفت و به نتیجه کمتری رسید، قطعا باز روانشناس ارجاع میده به یک روانپزشک که دارو برای اطفال تجویز شود. گاهی استراب بسیار زیاده و اطفال ما قادر به کنترل آن نیست، حتما دارو درمانی را هم با نظر روانپزشک تجویز میشه که تا یک دوره کوتاه مدتی از داروهای ضد استراب، ضد افسردگی که برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته میشه با نظر روانشناس که در کنارش باز هم گفتیم خانواده درمانی هست و میتونیم پیشگیری بکنیم و درمانش. اگر هیچ راهی خانواده برای مراجعه به روان پزشک و روانشناس و دارو درمانی و مشاوره و اینها نداشت، کما که بسیار از خانواده همین الان در افغانستان هستن ممکنه با این مشکل مواجه شود، اما خب هیچ راهی ندارن، یا ای که اصلا در دسترس نیست چنین پزشکانی، و یا ای که اگر هم در دسترس باشه هزینه ایش ندارن. شما به عنوان یک روانشناس بالینی چه راهکارهایی رو به عنوان راهکارهای اساسی در این زمینه معرفی میکنید؟ ما باز هم تأکید داریم به والدین عزیز ما که تصمیم گرفتن اولاد دار شوند و ای اولادها گنجینه های ارزشمندی هستند که من میگم در دستان ای والدین کلان میشن و وارد جامعه میشه. خب قطعا هدف ما و هدف والدینی هست که یک نسل سالم و شاداب تربیت بکنیم، همیست که حال و حوصله داشته باشه برای رشد روانی و جسمی فرزندان ما، همی که از کارهای روزانه ایشان ما میگم کمتر بکنه، یک برنامه ریزی دقیق تر و درست تری داشته باشه، او ارتباط کلامی حتما بین اعضای خانواده خصوصا والدین و فرزندان وجود داشته باشه، من میگم برنامه هفتگی تفریحی داشته باشن. که برخی از والدین خانم حسینی میگن که مثلا پدر میگه ما بسر وظیفه میرم وقت ندارم، مادر میگه خب من 5 اولاد دیگه غیر از تو دارم وقت نمیکنم، اینا همه بهونه جویی است، باید هر طور که شده وقت خالی کنه. هر طور شده، من میگم که اگر یک شبانه روز 24 ساعت هست، خب من 24 ساعت که خارج از خانه نیستم، قطعا من میگم خیلی خیلی 12 ساعت اگر من بیرون باشم 12 ساعت من در خانه هستم. اگر من میگم تقسیم وظایف باشه، تقسیم مسئولیت و همکاری و همدلی بین والدین و اعضای بزرگتر خانواده باشه، حتما یک وقتی همه اعضا کنار هم قرار میگیرن. من میگم سر غذا خوردن، ناهار، شام، صبحانه، قطعا ما دوره هم یک سفره رو میچینیم و کنار هم میشینیم. قطعا ما یک چای عصرانه بعد از ظهری حتما داریم که در کنار هم باشیم. من میگم از همون فرصت، حتی کمترین فرصت، من میگم اگر نیم ساعت یا 20 دقیقه وقت است، او 20 دقیقه رو من در کنار اولادای خود باشم که دست اولادای خود لمس بکنم، ارتباط چشمی و کلامی برقرار بکنم و ای که صحبت بکنم، خب امروز مکتب رفتی چه اتفاقی افتاد، امروز چی چیزایی یاد گرفتی برای من بگو، و صحبت کردن با خود اطفال و گفتن ای که اطفال خاطرات مدرسه و مسیر رفت و آمد تا خانه را حتما برای والدینشون وقتی تعریف میکنم، من میگم
استراب ها استرس های خود هم ناخودآگاه بیان میکنن. ناخودآگاه میگن که من شاید دچار یک ترس شدم، دچار یک مورد خشم یک طفل دیگه قرار گرفتم، و همه اینها اگر گفتگو شوه و باز شوه و تحلیل شوه. گاهی والدین انقدر سرکوف زدن و سرزنش کردن که اطفال ما مضطربه که من هیچ خاطره را تعریف نکنم. ما اطفال را داشتیم میگفتیم خب تو اگر مورد یک خطر قرار گرفتی خب اولین کس والدین تو بود، چرا به اونا گب نزدی؟ میگفت خب من میترسیدم که مورد سرزنش قرار بگیرم، مورد ای که میگه تو کار همیشگی توست. پس من او امنیت خاطر و او ارتباط امن ندارم با اطفال خود. احساس کنه که اولین پناهگاه از من والدین نظم است. اگر ای طفل من ای را داشته باشه که اولین پناهگاه و آخرین پناهگاه ما خانواده و والدین ماست، من میگم هیچ آسیب اجتماعی طفل ما را تهدید نخواهد کرد، چرا که یک منبع بسیار مطمئن به نام خانواده داره و زمانی خطرناک و آسیبزا میشه که این ارتباط قطع باشه و این طفل احساس بکنه که هیچ پناهگاهی در خانه ندارن. گاهی رفتار والدین ما بسیار خشک و خشنه. چرا؟ والدین عزیز ما بسیار اطفال دوست دارن، منتها در دلشون دوست دارن. من میگم در کلام ابراز نکردن، در رفتارشون ابراز نکردن، و اطفال ما خب با همون دنیای بچگی خودی احساس میکنه که والدین ما بسیار ترسناکه، والدین ما مرا دوست ندارن، من شاید یک موجود اضافی در این خانه باشم. خواهی ارتباط امنه قطع شده، در صورت که ممکنه پس پرده ای رقم نباشه، والدین میگه خب من در دل خود دوست دارم، من که تلاش میکنم، من که کار میکنم، من که آشپزی میکنم، قطعا برای اولادای خود ما، برای کسی دیگه نمیکنم، برای من. بله، اما من میگم در کنار این زحمات که ما میخوایم این زحمات بی نتیجه نشوه و نتیجه مثبتتری داشته باشه، حتما والدین از زبانشون استفاده بکنه، از کلامشون استفاده بکنه، از جسم و روح و روان خودشون هم سرمایه گذاری بکنه برای که او ارتباط عمیق داشته باشه. اگر این ارتباط عمیق باشه، من میگم چی یک اولاد داشته باشم، چی ده اولاد داشته باشم، بله، میتونم یک خانواده سالمتری داشته باشم با یک ارتباط عمیق. بسیار تشکر از شما خانم حسینی، مثل همیشه بسیار عالی بود و بسیار استفاده کردیم. انشالله که شما بینندگان عزیز و محترم هم استفاده کرده باشین، که قطعا همینطور از برنامه‌های گذشته رو میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات ببینید و دنبال بکنید و انشاءالله نظرات خودتون را برای از ما بفرستید. با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.